در بخش اول برنامه چطور طرح بیمه سلامت باعث استعفای وزیر قبلی بهداشت شد و وزیر جدید برایش چه خوابی دیده؟ در بخش دوم خروج بعضی نمایندگان مجلس بریتانیا از تقسیم بندی های رایج حزب حاکم و حزب مخالف و تلاش برای رفراندومی دوباره. سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دوی آخر هفته. بیمه سلامت چشم و چراغ دولت روحانی بود برای دور دوم انتخابات. در کنار برجام دولت دائم درباره این طرح صحبت می‌کرد که توانسته بود به گفته آنها بیمه همگانی را برای عموم مردم سر و سامان دهد. این طرح که خود وزیر وقت حسن قاضی‌زاده هاشمی به شدت روی آن اصرار داشت، هزینه بر هم بود. هزینه‌ای که مخالفان دائم به رخ دولت کشیدند. حرفی که وزیر جدید سعید نمکی در یک جمله خلاصه کرد، طرح بیمه سلامت به گفته او همه چیز داشت اما تفکر اقتصادی نداشت. اشاره به چند هزار میلیارد تومان بدهی معوقه. در این برنامه می‌پرسیم آیا وزیر جدید واقعا آنطور که میگوید بیمه سلامت را ادامه میدهد یا همچنان اصل 29 قانون اساسی معطل میماند؟ برای این بحث دو مهمان داریم. آرش علایی، مدیر انستیتو جهانی آموزش و سلامت از دوشنبه تاجیکستان الان همراه ما هستند و جعفر رضوی، پزشک و پژوهشگر از واشنگتن. خوش آمد میگم به هر دو مهمان برنامه. آقای دکتر علوی، از شما شروع میکنم. ممکن هست که به ما بگید که آقای دکتر علایی که ما آیا میشه بیمه سلامت رو طرح موفق بدونیم یا نه؟ چون اگه یادتون باشه در آغاز میگفتن بین 10 تا 13 میلیون در ایران هستند که هیچ نوع بیمه‌ای ندارند، الان هم میگن که بین 6 تا 10 میلیون هستند که هیچ بیمه‌ای ندارند. ببینید، اگر ما قیاس بکنیم با قبل از این طرح، خب مسلماً یک حرکتی رو به جلو شده. یعنی بسیاری از بیماران که در مراکز بهداشتی درمانی در بیمارستان‌ها بستری بودن و خدمات رو می‌خواستن دریافت کنن، خب به جای اینکه پول رو به اون بیمارستان بپردازن یا به اون سنده، این طرح کمک کرده که هزینه کمتری بپردازن و پرداخت از جیب کمتر بشه. پس نسبت به گذشته حرکت رو به جلو بوده، ولی آیا در همین بحره زمانی ببینیم به دستاوردهایی که باید میرسید رسیده؟ عقب هست از دستاوردهایی که باید تا این برهه زمانی میرسید. ولی در کل باید بدانیم که این طرح کوتاه مدت نیست، یک طرح بلند مدت. اینجور طرحهای 20 ساله هستند، نه چند ساله. آقای دکتر رضوی، شما وقتی که این طرح داشت آغاز میشد در جریان بعضی از جزئیات اون هم بودید، به نظر شما مشکل کجا بود که اون به قول آقای دکتر علایی اون تصوری که میرفت عملی بشه عملی نشد دست کم در این مدتی که طرح اجرا شده از سال 91 تا کنون؟ ببینید، من پاسخ سوال شما را اجازه میخوام یه مقداری گسترده تر بدم. بفرمایید. همونجوری که آقای دکتر علایی اشاره کردن، واقعا طرحهای نظام سلامت طرحهایی نیستش که شما بتونید در یک سال، دو سال یا چند سال به نتیجه مطلوب و نهاییش برسید. طرحهای نظام سلامت یه طرحهای برنامه‌ای هستن که یک زمانی رو طی میکنن تا به نتیجه‌ای که مد نظر هست برسه. اما مهمی هستش که این طرح در ریدی که باید قرار میگرفته و تو اون مسیری که باید میرفته داره حرکت میکنه یا نمیکنه. اگر بخوام نگاه کنیم به این موضوع، باید ببینیم که نظام سلامت چه هدفهایی رو داره. یعنی به هر نظام سلامت یه هدفهایی داره که مجریاش باید بر اساس اون برنامه هاشون تنظیم کنه. در سه تا جمله میشه این اهداف رو اسم برد و نام برد. اولش اینه که ارتقای سطح سلامت آحاد جامعه که میشه سلامت جامعه. این اولین هدف هر نظام سلامتی هستش که باید ایجاد شه. دومین هدف یک نظام سلامتی هستش که این نظام باید بتونه مردم رو در مقابل اون ریسکای مالی که در زمان نیازشون به این نظام براشون ایجاد میشه و همچنین ریسکای اجتماعی، باید بتونه حمایتشون کنه. باید بتونه پوشش‌های وجود داشته باشه که این آدم‌ها رو در مقابل اون ریسک‌ها بتونه پشتیبانی و حمایت کنه. سومی و مهمترینش که به نظر من میگم مهمترین نیست اما غافل ازش شدیم، بحث پاسخگویی به نیازها هست. حالا نیازهای چه پزشکی و چه غیر پزشکی و افزایش رضایتمندی در واقع مردم. اگر بخوایم این ستا رو با این نگاه کنیم، اون وقت میتونیم بفهمیم که چرا نظام سلامت ایران نیاز به اصلاحات داشته. شاید بشه گفتش که در دو یا سه بود این ما دچار ضعف جدی بودیم، برای همین باید این حرکت انجام می‌شد. اما اینکه
حالا ما می‌خوایم این حرکت رو انجام بدیم. چطوری انجام بدیم؟ نیاز داریم به یه سری اهرم‌هایی، به یه سری فاکتورهایی که بهش حالا روش‌های مختلفی هست برای اصلاحات نظام سلامت. من یه روش خیلی ساده‌اش که بهش میگن تکمه‌های کنترل و شامل 5 تا تکمه هستش که من میشه یکی یا دو تاشو به کار برد، اما مهم این هستش که اینا رو همزمان به هم به کار برد. مثل اینه که شما سوار یه ماشین شین، بگین این ماشین موتور می‌خواد، فرمون می‌خواد، دنده می‌خواد، بنزین می‌خواد. حالا اگر شما بشینید توی این ماشین و حرکت کنید اما بنزینش رو نداشته باشید، خب مسلما می‌ایسته این ماشین. برای همین باید ببینیم که این تکمه‌های کنترل که در واقع نظام‌های پرداخته، قوانین مقررات، در واقع حمایت‌های مالی، یعنی یه نظام پرداخت داریم، یه دونه منابع مالی داریم، این دوتا رو باید از هم جدا دید، در واقع رضایتمندیه و عوامل اینجوری، آیا همشون همزمان به طور مرتب جلو رفته؟ اون وقت پاسخی هستش که نه. شاید علت این که در جاهای ما دچار اشکال شدیم این باشه که این تکمه‌های کنترل به طور متناسب با همدیگه حرکت نکرده، که اگر لازم شد تو بحث دیگه ادامه بشه. البته باید توضیح بدم که ما یک تحقیقی منتشر شده سال 95 که میگه میزان رضایتمندی از طرح سلامت بالا هست، یعنی بسیاری از مردم راضی بودن از اون چه که دریافت کردند با این طرح. ولی آیه علایی، بحث عمده بحث هزینه های این بیمه سلامت هست که به نظر میاد که اصلا باعث استعفای آقای قاضی‌زاده هاشمی هم همین بوده. او میگه که دولت باید این هزینه رو تامین بکنه، اما ظاهرا چنین نظری در دولت یا بگیم در بخش‌های مختلف حکومت چندان طرفدار نداره. دقیقاً من یکم میخوام بیام تو بحثی که جناب دکتر رضوی فرمودن. ببینید، ما دو تا موضوع داریم، یکی چه نظام سلامتی خوب است و چه ابعادی دارد. همونجوری که دکتر رضوی فرمودن، ابعاد مختلفی داره و باید به جنبه‌های مختلفش پرداخت، ولی این طرحی که امروز مورد نظر ماست بیشتر تمرکزش بر پرداخت‌های مالی بوده. یعنی سه روی کرده اصلی این طرح بوده: حفاظت مالی، عدالت در دسترسی به خدمات سلامتی و ارتقاء کیفیت خدمات. بحث سلامت رو نگاه نمی‌کنه، بیشتر تمرکز می‌کنه به اینکه چطور دولت بیاد اون هزینه‌ها رو که از جیب مردم در ایران مثلا نسبت به کشور ترکیه دو برابر پرداخت می شده، یعنی حدود 47% بسته خدماتی رو مردم از جیبشان می دادن، این رو کمتر کنه و در بیمارستان ها برسانه به 10%. موفق شده؟ و از اون طرف رضایتمندی. حالا شما فرمودین یک تحقیق شده رضایتمندی. مسلماً افرادی که در این برهه زمانی رفتن بیمارستان و قبلا 50% 60% پرداخت میکردن، حالا 10%، این موفقیت آمیزه. ولی آیا همزمان آمدیم ببینیم رضایتمندی خدمات دهنده؟ چون ما اینجا سه تا رکن داریم: خدمات دهنده، خدمات گیرنده و بسته خدمات. خدمات گیرنده در اونجایی که این تحقیق شده، چون کمتر پول پرداختن رضایتمند بودن. منظورتون بیمارها و خانواده اون؟ منظورم بیمارها و خانواده بیمارها. ولی اون کسی که خدمات داده الان مثلا در بعضی مناطق بیش از یک ساله اون بودجه‌ای که باید تحویل میگرفتن تحویل نگرفتن، یا اون سرویسی که دادن به ازاش پولی که باید میگرفتن نگرفتن. دقیقا. و اما کیفیت خدمات بس. کیفیت خدمات که مهمه. ببینید، بیشتر این درمان محوره، یعنی در این تر اصلا به کسانی که الان سلامتن، سالمن، چه کار کنیم اینا بیمار نشوند اول، که یک جامعه وسیع ما سالمه الان، و بعد بریم به سراغ اون کسایی که بین سلامتی و در معرض خطر بیماری هستن، و بعد قسمت سوم بیمارها. باید این هر ستا رو نگاه کنیم که رضایتمندی چیست که این تر نشده هست. اشاره جالبی کردید در مورد اون مبالغ، برای اینکه طاهر موهبتی که در واقع مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران هست گفته که 23 هزار میلیارد در واقع تقاضای بودجه کردن، بودجه‌ای که برای این سازمان خواستن 23 هزار میلیارد تومان. از طرف دیگه گفته شده که بدهی‌های معوقه سازمان حدود 7500 میلیارد هست، یعنی تقریبا یک سوم این بودجه که خواستن بدهی معوقه است. حالا بگذاریم از هزینه های جاری و اینها، بحث این هستش که چطور اینقدر بدهی معوقه ایجاد میشه؟ ای دکتر رضوی، چطور حساب کتاب های اینها با هم جور در نمیاد؟
بقیه کشورها چه میکنند که اینها رو با هم، البته باید بگیم که مثلا همینجا در بریتانیا هم مشکل سیستم بیمه درمانی عمومی این هست که بدهی های زیادی داره، این یه مشکل عمده است، ولی خب هستن کشورهایی که تونستن از عهدهش بر بیان، اونها چه میکنن؟ ببینید من در یک کلام اگر بخوام بگم که بزرگترین نقطه ضعف تحول نظام سلامت چی هست، به نظرم پیشبینی نکردن منابع مالی پایدار برای طرح هست. الان خدمتتون بحث رو به طور یه خود بازتر عرض میکنم. ببینید ما تو نظام‌های ارائه خدمت چند جور نظام ارائه خدمت داریم. حالا یکیش نظام طب ملی هست، همون چیزی که شما تو انگلیس فرمودید که منابع در واقع تحت اون ساختاری که مسئول اجرای نظام سلامت هست، منابع در اختیارش قرار میگیره. بهش میگن نظام‌های بوریجی. در مقابلش نظام‌هایی هستش که بیمه‌های درمانی وجود داره، مثل کشور آلمان. بهش میگن نظام‌های بیسمارکی، در واقع پول میره جای دیگه و در واقع اون نظارت میکنه و اجرای هزینه. مشکلی که در ایران وجود داره اینه که این دوتا نظام معلوم نیست کدومش میخواد اجراش، یعنی یه قسمت از منابع میره در وزارت بهداشت قرار میگیره به عنوان متولی نظام سلامت، که به درستی هم معتقد هستن که ما متولی نظام سلامتیم. بخش بعدیش میره در اختیار حالا وزارت رفاه یا بیمه های اجتماعی درمانی به عنوان خریدار خدمت. حالا بعد از اینکه اومدن بیمه سلامت هم گرفتن از وزارت رفاه و دادن به وزارت بهداشت، این تازه موزر رو به نظر من یه مقدار بیشتر کرد، برای اینکه اون یک پارچگی بیمه ها که باید خریداران خدمت در یه چه باشن از بین برد. نمیخوام الان وارد این بحث شم، اما این بحث میشه شروع پاتولوژی کسری منابع در کشور. چرا؟ شما اگر نگاه کنیم مدت هاست بحث ادغام بیمه های درمانی میشه. خب پس اگر ما بحث ادغام بیمه های درمانی رو داریم، یعنی داریم نگاهمون میره به سمت بیمه های روش بیسمارکی، روشی که مبتنی بر بیمه های درمانی است، اگر ما بخوایم این روش رو ببینیم، میتونیم بیمه های متعدد داشته باشیم، میتونیم یک بیمه واحد داشته باشیم. اینی که خیلی از کارشناسا میان بحث میکنن میگن که ما باید بیمه های درمانیمون با هم ادغام شیم. اگر ما بخوایم بیمه های درمانی رو با هم ادغام کنیم، نقطه کلیدیش که اتفاقا این بدهی هم از همونجا منشأ میشه اینه که الگوی تامین منابع که یکی از مهمترین ارکان در واقع شکلی بیمه های اجتماعی درمانی هست رو بتونیم تبیین کنیم. الگوهای پیشرفته تامین منابع در نظام درمانی به شکل بیمه ایش، حالا یا تکس بیسته، یعنی مبتنی بر مالیات هست، که خب یه مقداری تو ایران به خاطر اینکه منابع مالیاتی کاملا قابل دسترسی نیست و فرار مالیات زیاد هست، شاید به راحتی در دسترس نباشه. نظام های بعدی نظام های در واقع پروگرسیو، یعنی پیشرونده دریافت بخشی از درآمد هست، که در واقع درصدی از حقوق دستمزد رو میگه. اینجا پاتولوژی خودش رو نشون میده. ما در یک سازمان 9% میگیریم که سازمان تامین اجتماعی، حالا در متارک من خودم در سال 87 کرده بودم با 240,000 تومان. در یه جای دیگه در حال حاضر امروز ما داریم 5% میگیریم و تا 2 برابر دستمزد که در کارکنان دولت هست. برای همین اگر میبینیم اونجایی که منابع باید به صورت پایدار بیاد در این صندوق قرار بگیره، نمیاد قرار بگیره و پیش بینی هم درست نیست. اینا باید مثل هم باشه. حالا یعنی کار کارشناسی درست انجام نمیشه های دکتر، یا اینکه دلایل سیاسی داره؟ ببینید من فکر میکنم نمیتونم بگم کار کارشناسی درست انجام میشه، چون یقینا کارشناسان بسیار مطرحی در ایران وجود دارن. مهم این هستش که وقتی منابع محدود هست، دولت به یک شکلی میخواد فرار کنه از این موضوع. دقیقا همینجاست. شما کارکنان دولت، کارفرماش کیه؟ دولت. در سازمان تامین اجتماعی 7% رو کارفرما داره پرداخت میکنه و تا 10 برابر دستمزد. اما تو کارکنان دولت در واقع کارفرما داره 2% پرداخت میکنه، که حالا قراره بشه امسال 3% و تا 2 برابر دستمزد. یعنی چی؟ یعنی که سهم دولت در مقایسه با اونور یه چیز حدود الان 60% داره کمتر میده و اتفاقا بیمه شده هایی که دو این صندوق قراردادش هست نزدیک 60% دارن بیشتر پرداخت میکنه. بله. برای همین تا موقعی که ما منابع رو پایدار نکنیم، بر اساس این منابع پایدار طراحی نظاممون رو در یک ساختار تبیین شده انجام ندیم، همونجوری که آقای طلایی به درستی اشاره کردن، این بحث یه مقدار بیشتر پزشک محور بود، بقیه کارکنان بخش درمان رو کمتر دید، سلامت رو کمتر دید. برای همین اگر این منابعمون بدونیم چقدر و در این ساختار حرکت کنیم، با مشکلات مالی کمتری مواجه میشیم. اما جمله آخرم
این مشکل وزارت بهداشت شاید اگر بگم برنمیگرده، میتونم بگم کمتر برمیگرده به سازمان برنامه و بودجه، در واقع اون قانون‌گذارایی که باید بیان این الگوی تامین منابع رو که به صراحت در ماده 6 قانون ساختار نظام جامعه رفاه و تامین اجتماعی کشور دیده شده و این قانون وجود داره بعد عملیاتی بشه که نمیشه. صحیح. برای همین می‌بینیم هر سال دارن کسری میارن و کسریشون میخوان از یه جای جبران کنن. خب بذارید راجع به همین دعوا صحبت کنیم. میدونیم که به هر حال یک دعوایی پشت پرده بین سازمان برنامه بودجه و وزارت بهداشت بوده. اصلا این ماجرای تغییر وزیر هم ظاهرا به همین مربوط میشه. آقای دکتر علی، ممکن شما یه مقدار برامون بازتر بگید که این دعوا از کجا میاد؟ سازمان برنامه بودجه مشکلش با این چیه؟ و الان که به هر حال فردی که اومده در رأس وزارت بهداشت به نظر میاد که از برنامه بودجه هست، خودش به سابقه اونجا رو داره، تأثیرش چه خواهد بود؟ ببینید، من یک کمی بریم دعوا رو از عقب، یعنی از زمانهای پیش شروع کنیم. ما یک مشکل اقتصادی داریم که این وقتی این مشکل اقتصادی کله به اقتصاد بهداشت هم این سرایت میکنه. آیا این کشور میخواد وابسته به نفت باشه و درآمد نفتی یا نه؟ اینه در تمام برنامه‌های ایران داریم. یعنی آموزش پرورش رایگان اگر قرار باشه وابسته به نفت باشه، باید پول معلم‌ها رو از بودجه دولت و از هزینه درآمد نفت بدن. بهداشت و درمان اگر بخواد وابسته به نفت باشه، باید این کسری بودجه از اونجا بیاد. یا اینکه نه، ما میخوایم نفت رو بذاریم کنار و همونجوری که آقای دکتر فرمودن بر اساس یک تأمین مالی پایدار قرار بدیم. خب این در کل، یعنی این فقط امروز نیست که سازمان برنامه و بودجه بخواد این صحبت رو بکنه، از قبل از انقلاب هم همین موضوع بوده، متناسب با درآمدها. اونجایی که ما درآمد نفت بالاتر بوده، این خدمات مشکلش کمتر بوده چون کسری بودجه. ولی من یه تبصره مثلا دیگه، مگه بر اساس قانون اساسی نباید درمان و آموزش رایگان باشه و به هر حال در اختیار عموم باشه؟ این شعارش دیگه، این ببینید شعار دادن خیلی راحته، ولی برنامه نوشتن خیلی راحته. میتونن 5 تا کارشناس، همونجوری که آقای دکتر رضوی گفتن، در ایران کارشناسای بسیار مجربی داریم. کارشناس دعوت میشه، برنامه رو مینویسن، میذارن رو کاغذ، ولی اجرا کردنش یه موضوع دیگه است. ما مشکلمون اینه، برنامه هامون متناسب با مشکلات خودمون چیده نمیشه. برنامه هامون بر اساس تفکراتی که اون تفکرات شاید خیلیاش یک رویاست برنامه ریزی طراحی میشه. امروز مسئله تحریم ایران وجود داره. حالا در زمانی که این برنامه ها رو داشتن هی گسترش میدادن، زمانی بود که توافقنامه داشتن و فکر میکردن که حالا درها باز میشه و قیمت نفت یا درآمدهای ایران بیشتر میشه و این طرح خیلی جلو میره. حالا موضوعی که سازمان برنامه بودجه داره اینه که میگه ما اگر قرار باشه اقتصادمان منقبض بشه و برنامه هامان کوچیک بشه، باید این بودجه‌ای که وزارت بهداشت میگه ندیم. از اون طرفم وزارت بهداشت میگه اگر ما متولی هستیم و در قانون اساسی داریم و سلامتی مردم اولویت ماست، ما باید این بودجه رو تامین کنیم. پیشنهاد یا اینکه موضوعی که هست اینه، باید ایران، دولت ایران بیاد اولویتش مشخص کنه. آیا مثل یک کشوری مثل کره شمالی هست که ما میبینیم به خاطر ایدئولوژی که بوده، کودکان در کره جنوبی به خاطر سوء تغذیه کاهش رشد و نمو داشتن؟ کره شمالی و یا کشورهای دیگه، الان مثلا ونزوئلا، شما ونزوئلا در رسیدن به شاخصهای سلامتی توسعه پایدار یکی از پیشروترین کشورهای آمریکای لاتین بود. من 2 ماه پیش در یک میتینگ بودم در ژنو، یک فراخوان اورژانسی بود برای ونزوئلا که حالا باید چه کار کرد، چون تمام شاخصهای اولیه سلامتی در ونزوئلا دچار مشکل شده. ایران هم باید همین فکر باید بیاد مسئولین و حاکمیت انجام بده. طرح تحول سلامت در روی کاغذ بسیار طرح خوبیه، مشکلاتی داره، بله، حرکت باید کرد که این مشکلات را حل کرد با پایش و ارزشیابی های مدون، یا اینکه نه، برگردیم به اول. حالا من نگرانی من کجاست؟ نگرانی من اونجاست، به نظر میرسه دولت و خصوصا وزیر جدید بهداشت با توجه به نگاه کردن به صحبت هایی که ایشان کردن، ایشان میگن طرح تحول سلامت را میخوایم ادامه بدیم ولی این منابع مالی هم نداریم. چه مشکلی پیش میاد؟ نمیتونن الان برن بگن دیگه اون کسی که خدمات میگرفته پول بده، بار رو میندازن رو شانه خدمات دهنده، یعنی بیمارستان ها رو ورشکست میکنن، دکترها پرداختاشان دیر میشه
و پرستارها باز پرداختشان دیر میشه، این یه مشکلی پیش میاد. یا اینکه دیگه بدترین حالت اینه که مردم بگن از جیب خودتان بدید که برمیگرده به اصل سر خط. بقولم این طرح بیمه سلامت سال 91 مهمان 91 آغاز به کار کرده قبل از دولت آقای روحانی. آقای رضوی ممکن شما به ما بگید که این طرح اصلا از کجا ایدهش اومده؟ میدونیم که سالیان سال هست که صحبت هم تو همین برنامه هم عنوان شد که یک طرح جامعه سلامت یکی از شعارهای دولت‌های متعدد در ایران بوده. ممکن شما یه سابقه کوتاهی فقط به ما بگید که این چطور شد که اون موقع بالاخره به نتیجه رسید سال 91؟ ببینید تغییر در نظام سلامت واقعا نیاز به یه مطالعات خیلی گسترده‌ای داره. یعنی این نیستش که شما بتونید طرحی رو که مثلا از سال 91 به نتیجه رسید برداشتیم باشه که واقعا سال 91 شروع شده. اگر من اون چیزی که خودم میدونم در سال 1374-5 شروع در واقع این تغییر ساختار ایجاد شد و یک سازوکاری در وزارت بهداشت ایران ایجاد شد به نام ستاد اصلاحات نظام سلامت. با سازمان بهداشت جهانی مشاور داشت، میرفتن میومدن، در واقع طرح‌های متعدد داده میشد، اما در واقع اون کنترل تکمه های کنترل به طور فراگیرتری دیده میشد. یعنی ساختار ارائه خدمت، مسیر حرکت بیمار، قوانین و مقرراتی که لازمه برای اینکه این طرح اعمال بشه، نظام های پرداخت تو به تمام کارکنان، در واقع مسئله پیشگیری و مقدم بودن پیشگیری بر درمان. من اینجا تو پرانتز یه نکته رو عرض کنم، ما باید بدونیم که سلامت جزو حقوق حیاتی انسان هاست و جزو حقوق بشر هست. یعنی در ماده 25 منشور حقوق ملل متحد در واقع این اشاره شده. و اگر بخوام از نگاه اجتماعی بهش نگاه کنیم، سلامت یک سرمایه اجتماعی است. برای همین دولت ها وظیفه شون هست که منابع رو بذارن برای اینکه این سرمایه رو به دست بیارن، نباید به عنوان کالا به مقوله سلامت نگاشه. این رو تو پرانتز عرض کردم، علتش رو میگم چرا. برای همین ما در اون زمان دیدگاه بر این بود که خب ما اگر بخوایم این ساختار رو درست کنیم باید توش نظام‌های پرداخت رو درست کنیم، باید تمام جوانه بدیم، فقط پزشکا رو نبینیم، در واقع بقیه بخش‌های درمان هم ببینیم، در واقع قوانین مقرراتی که نیاز داریم ببینیم. و این یه مسیری بود که طی شد و حتی من فکر کنم که این طرح در واقع گام اولش که پزشک خانواده و نظام ارجاع تحت این عنوان بود، در واقع شاید کمی زودتر از سال 91 هم شروع شد، به صورت پایلوت حداقل در جایی. میشه گفت که این طرح تحول نظام سلامت گام دوم بود برای اصلاح نظام سلامت. اما یه اتفاق خیلی نمیدونم ناراحت کننده میشه گفت افتاد و این بود که چون منابع دیده نشد، این اومد یک عملکرد معکوس به نظر من ایجاد کرد، شاید درست نباشه، نظر شخصیم هستش. چرا؟ خب همونجور که اشاره کردیم پزشک محور بود، ولی خب در یه حدی رضایتمندی داشت، پرداخت از جیب رو اوورد پایین، یعنی از 60% اوورد حدود 39% تا 2015. اتفاقی که افتاد این بود که خب به ظاهر درآمد پزشکا رفته بود بالا، پزشکا رفتن به مناطق محروم، یه مقدار خیلی کمی هم درآمد بقیه کادر درمانی به ظاهر زیاد شد، اما پول نبود. وقتی پول نبود در به پزشکا پرداخت نشد، مطالبات بیمارستانا پرداخت نشد، مطالبات کار آقای دکتر من میخوام اینو ازتون بپرسم. وقتی اینا پرداخت نشد، پول دارو پرداخت نشد، پول مؤسسات داروسازی پرداخت نشد و این باعث شد که تمام این مؤسسات دچار مشکل اقتصادی بشن. توی این قضیه چی شما رو نگران میکنه؟ شما به عنوان یه پزشک اشاره کردید پیشگیری، اشاره کردید به نگاه حکومت ها، دولت ها به اینکه نباید کالا ببینن بحث درمان رو. الان شما نگران هستید از وضعیتی که پیش اومده، چون به نظر میاد که الان به هر حال بودجه لازم برای این طرح وجود نداره یا خیلی کم شده. نگرانی من از این هستش که همیشه ببینید هر کس در نظام سلامت کار میکنه همیشه باید نگران باشه، برای اینکه یه عامل بسیار مهم هستش که همیشه میتونه جامعه رو دچار خطر کنه. اما نگرانی من از این هستش که تا موقعی که نگاه بر این نباشه که منابع پایا ایجاد کنن برای نظام سلامت و بخوان به صورت بودجه‌ای در زمانی که کسری پیش میاد پرداخشه، هم پول داده میشه، هم اون خروجی که این پول باید برای نظام سلامت و سلامت جامعه و برای کارکنان بخش سلامت داشته باشه و برای صنایع پشتیبان نظام سلامت داشته باشه، دیگه اون کارایی رو نداره.
یعنی در واقع منابع آخرش هزینه میشه، اما خروجی که حداقل همین منابع محدود باید داشته باشه، خروجی به اندازه نیازش ایجاد نخواهد شد. آقای دکتر علایی، اون سوال آخر، به نظر شما این طرح سلامت با نگاهی که وزیر جدید داره به کجا میرسه؟ من نگرانیمو گفتم خدمتتون که این بستگی داره که بخوان برگردن سر اول موضوع که به قول آقای دکتر مردم از جیب خودشان 60% بدن یا اینکه پول بیمارستان‌ها و دکترها رو ندن. ولی ببینید خانم قاضی‌زاده، ایران تنها کشور دنیا نیست و این مسئله اولین مسئله سلامتی دنیا و ایران نیست. موضوع اینه که آیا راهکار وجود داره؟ بله که راهکار وجود داره، منتها وقتی شما میتونید راهکار رو درست کنید، اول با خودتان صادق باشید. یعنی اول نظام حاکمیتی یا مسئولینی که برنامه ریزی میکنن، اول باید با خودشان صادق باشن که میخوان شعار بدن و ببرن در مجلس و یا در رادیو تلویزیون صحبت اون شعارها رو بکنن، یا اینکه واقعیت موضوع رو میخوان درک کنن. اگر واقعیت موضوع رو درک کنن، شما ببینید در نظام سلامتی ایران در 8 سالی که در ایران جنگ بوده، ما شاخصهای سلامتی، شاخصهای بهداشتی درمانیمون بهترین رشد رو داشته. در جایی که کشور هزاران مشکل داشته، برای اینکه اونجا بخش سلامتی صادق بوده با خودش، با واقعیت موضوع برنامه‌ریزی کرده. ولی ما می‌بینیم آقای دکتر فرمودن طرح پزشک خانواده پایه اولیه بود. طرح پزشک خانواده، بنده خودم در ایران بودم در اون موقع، به خاطر اینکه دولت آقای خاتمی داشت تغییر می‌کرد، ظرف 2 ماه وزارت بهداشت چنان عجله کرد که این کار انجام بده که به اسم اون دولت تمام بشه، که اصلا همه مبهوت شدن. افتاد این ورثه به آقای دکتر احمدی نژاد و تیم ایشان. تا خودشون آمدن جمع و جور بکنن، 2 مرتبه هزار تا مشکل این گروه ایجاد کرد، برای اینکه فلسفه فکریش بیشتر کاملا متفاوت بود با فلسفه کسانی که گذشته بودن. حالا رسید به دولت آقای روحانی. دولت آقای روحانی به نظر من برگشت به زمان آقای خاتمی و نگاه کردن که ما همونجوری که آقای دکتر فرمودن، ارزش‌های انسانی و معیارهای اخلاقی و سلامتی انسان‌ها رو در نظر بگیریم. پس باید پولش رو بدیم. این یک منبع درآمد برای دولت نیست. باید پرداخت بشه هم به کسی که ارائه خدمات میده. آقای دکتر فرمودن درآمدها زیاد میشه. درآمد یک پزشک اگه زیاد میشه، درآمد اون پزشک باید نگاه کرده بشه به سایر درآمدها، به سایر افزایش قیمت ها. الان دلار که میره بالا، ببینید من در تماسم با همکارا در ایران، پرداخت های معوقه پزشکان و پرستاران 1 سال ازش گذشته. این 1 سال ازش گذشته یعنی ارزش اون پول 3 برابر کمتر شده. درسته. این در کل درمان. من یه کوچیک بگم. بفهم. ببینید تا کشور ما حرکت نکنه به برنامه‌های پیشگیرانه و بخش اولیه سلامتی، پیشگیری، حفظ سلامتی و پرداختن به بیماری و درمان، این برنامه‌ها هیچ کدامش موفق نمیشه، چون ما میایم پرداخت درمان‌ها رو کم می‌کنیم، باز مردم بیمار میشن و میان اضافه میشن. دستگاه‌های سی تی اسکن، ام آر آی رو بیشتر می‌کنیم، تشخیص هامون بیشتر میشه، خرجمون بیشتر میشه، ولی سلامتی کسانی که سلامتن نمیایم یه کاری بکنیم که اینا سالم بمانن. متشکرم آقای دکتر علایی، آقای دکتر رضوی، ممنونم از هر دوی شما که وقت گذاشتید و در این بحث در مورد بیمه سلامت شرکت کردید. 5 هفته مانده به مهلت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت، نه تنها هنوز خط و ربط چگونگی خروج معلوم نیست، که حالا خطوط معمول در سیاست بریتانیا هم مخدوش شده. در کشوری که 2 سالی است در سیاستش هیچ اتفاقی معمولی نبوده، طی 2-3 روز اخیر اتفاقی به شدت غیر معمول تر افتاده. 7 نماینده از حزب کارگر از این حزب جدا شدند، روز بعد 3 نماینده از حزب محافظه‌کار به آنها پیوستند و 1 نفر دیگر فردای آن. تا این لحظه 11 نفر به این گروه مستقل مخالف برگزیت و طرفدار رفراندوم دوم پیوستند. اینها میگویند منتظرند که افراد بیشتری به آنها بپیوندند تا جلوی به گفته آنها فاجعه ای که تندروترین طرفداران برگزیت برای این کشور تهیه دیدند گرفته شود. در این بخش میپرسیم چقدر این حرکت ممکن است به اهدافش برسد. 3 میهمان دعوت کرده ایم.
یاسمین میزر، سردبیر نشریه کریتیک و پژوهشگر ارشد در دانشگاه آکسفورد از همین شهر با ماست و اینجا در استودیو دو مهمان داریم: شهران تبری، تحلیلگر مسائل بریتانیا، و نامدار بقایی یزدی، استاد دانشگاه و عضو حزب محافظه‌کار بریتانیا. اول از شما شروع کنم خانم تبری، شما تا همین چند روز پیش عضو حزب کارگر بودید، ولی شما حالا یکی از این افرادی هستید که جدا شدید. واقعا دو سال منتظرم که یه اتفاقی بیفته و میدونم، چون توی حزب هستم و میدونم که صحبتش هست که به هر حال یک کاری باید کرد، منتظر بودم که این اتفاق بیفته و من به سمت اینها برم. البته این حزب نیستش، الان این گروه حزب نیست، فقط یک گروه مخالف هستش، مخالف برگزیت، و یک گروه مستقل هست که در پارلمان نشسته برای اینکه هدفش اینه یک جلوی بیرون اومدن از اتحادیه اروپا بدون هیچ قرارداد رو بگیره، و دوم اینکه سعی بکنه طرفداری جلب بکنه که رحم پرسی دوم برگزار بشه. ولی خیلی مهم هستش که الان یک گروهی درست شده که این گروه بتونه بعداً یک حزب بشه. من خودم توی شورای شهر که بودم همیشه این رو میگفتم که یک به اصطلاح روهم افتادگی بین حزب ما و حزب محافظه‌کار هستش، برای اینکه ما دو تا حزب بودیم فقط تو اون کانسل، و من میدیدم که بعضیایی که طرف به اصطلاح چپ حزب محافظه‌کار هستن به من که طرف به اصطلاح مرکز حزب هستم خیلی نزدیکترن تا اونایی که طرف چپ حزب ما هستن. بنابراین ولی سیستم انتخاباتی بریتانیا نوعی هست که اجازه نداده حزب سومی بتونه قدرت بگیره، و این سیستم قدیمی غلطه و باید مبارزه برای تغییر این سیستم کرد. فکر کنید الان یه موقع خیلی عجیبی هست برای شروع کردن یه دعوای تازه با این همه مشکلاتی که الان بریتانیا باهاش درگیر هست. آقای بقایی، به نظر شما این که بعضی از اعضای حزب محافظه‌کار، حزب در قدرت که اکثریت خیلی لغزنده‌ای هم داره، خانم می یکی دو رأی دیگه در پارلمان از دست بده، اکثریت رو از دست خواهد داد، اونها چرا این کار کردن؟ چرا پشت او رو خالی کردن؟ همینطور که خانم تبری گفتن، واقعا ببینید الان این دو قطبی شدن سیاست انگلیس کاملا رفتن یا چپ، یعنی در حقیقت اون حزب کارگر برگشته به اون اوضاع و احوال 40 سال پیشش، 45 سال پیشش، شاید کمتر یه خورده بگیم سالهای 1980. حتی آدمی مثل آقای دریک هاتن که عضو شورای شهر، رئیس شورای شهر لیورپول بوده، آدم بسیار افراطی تروتسکیست، اینطور این رو میارن دوباره عضو حزب میکنن. خب یعنی کاملا داره حزب میره رو به اون سر. از اون طرف حزب محافظه‌کار رو می‌بینیم کاملا حزب محافظه‌کار هایجک شده، گرفته شده توسط این کسانی که اون گروه تحقیق اروپایی، یوروپین ریسرچ گروپ رو تشکیل میدن، این افراطی‌ها و دست راستی‌های شدید. اشاره که یکی از کسایی که از اعضای حزب محافظه‌کار که خارج شد دقیقاً همین رو به عنوان دلیل عنوان کرد، گفت اینها به رهبری جیکوب اسمارت دارن دو قطبی شدن، واقعا این پولارایز شدن، دو قطبی شدن این دو حزب امکان این رو فراهم کرده که الان این فراکسیون مستقل این از این وسط بیرون بیاد. خانم میزان، نظر شما چیه در این باره؟ با توجه به اینکه این کسایی که الان جدا شدن 11 نفر بیشتر نیستند، اما گفتن امیدوارن تعداد بیشتری بهشون بپیوندن، شما چنین چیزی رو میبینید با توجه به اینکه اصلا اصل قضیه سر توافق بر سر خروج یا عدم خروج از اتحادیه اروپا است که این دعوا رو اصلا ایجاد کرده؟ ببینید، ائتلافی که شکل گرفته در حقیقت زمینش از چند هفته پیش وجود داشته. کسانی که اگه بخواید در رأی دادن بر علیه برگزیت، اتحادهای غیر رسمی ایجاد کردن در پارلمان، و طبیعی است که اگر تعداد بیشتری از حزب محافظه‌کار و حزب کارگر بپیوندن، اون طرحی که بعضی مدت هاست دارن مطرح میکنن به نوعی شکلگیری حتی بدون انتخابات، نوعی وحدت ملی برای جلوگیری از برگزیت ممکنه در دستور کار قرار بگیره. مشکل اینه که دو قطبی شدن این دو حزب رو نمیشه فقط در درون این احزاب توضیح داد. دو قطبی شدن در جامعه اروپایی است و در بریتانیا است. فرانسه همینطوره، آلمان اینطوره، و احزاب در اینجا شکل خاصی گرفته چون مسئله برگزیت پیش اومده. ولی
اصولا اگه به خود رأی برکسیت نگاه بکنیم دلایل عمیقی در جامعه بریتانیا وجود داره. بله. مثلا اعتراض به ریاضت اقتصادی، اعتراض به گسترش فاصله فقر و ثروت، اینها همه عواملی است که جوامع رو دو قطبی میکنه و احزاب در عکس عمل به اون دو قطبی شدن. صحیح. مثلا خانم می علت این که به این European Research Group که باید تأکید کرد نه ضد اروپایی تحقیقی انجام نمیده، میشه گفت گروهیه. بله. ولی علت این که اینا به اینها این همه اهمیت میده اینه که کسایی که رای دهندگان به حزب محافظه‌کار هستن در درصد بالایی گویا در سطح کشور، لندن به کنار، مدافع برکسیت هم. و در نتیجه این دستش بسته است خانم می. دقیقاً. به نوعی از اون طرف دقیقاً چون خیلی از طرفداران چپگراتر حزب کارگر هم طرفدار برکسیت بودن یا کسایی بودن که برکسیت دادن. دقیقاً سوال من کارگر ولی طرفداری از برکسیت خیلی محدوده. 84% اعضای حزب کارگر مخالف برکسیت هم موافق موندن در اتحادیه. سوال من یه سوال کلیدی‌تر از شما خانم طبری. به هر حال این مملکت تاریخ گسترده‌ای در دموکراسی داره. رأی داده شده به رفراندوم و این رفراندوم رأی آورده. شما الان مخالف رأی اکثریت هستید. فکر نمی‌کنید این غیر دموکراتیک ترین کار هست که شما بخواید بذارین زیر میز بگید حالا که این چیزی که اصلا اینطور نیست. برای اینکه در یک همه پرسی مردم شرکت کردن که عاقبتش رو نمیدونستن، که جزئیاتش رو نمیدونستن. بنابراین برعکس اتفاقا دموکراسی حکم میکنه که با دانش بیشتر، با اطلاعات بیشتر دو مرتبه به مردم رجوع بشه. دموکراسی رای گیری برای یک بار نیست، برای همیشه عمر نیست. شما رای گیری میکنید برای اینکه یک معضلی رو حل کنید. وقتی این معضل یک معضل عظیمتری رو به وجود آورده، به تبع برای سیستم دموکراسی حکم میکنه که اون معذر رو با یک همه پرسی دیگه حل بکنید. این ببینید اون همونطور که میگن در اون موقعی که این جریان رفراندوم اومد بدون اینکه واقعا اطلاعات درست و دقیق به مردم بدن، میدونید همش اطلاعات غلط. چقدر اطلاع داریم الان خیلی بیشتر اطلاع داریم الان خیلی بیشتر اطلاع داریم تا دو سال و نیم پیش. حالا دیدم که مردم این اطلاعات رو داشته باشن و دوباره رأی بدن به برگزیت. اون موقع باید این کار رو کرد، ولی کن تمام نظرسنجی ها نشون میده که شرایط تغییر کرده و مردم بیشتری مخالف برکسیت هستن الان. همین الان قبل از که بیام اینجا به این یه برنامه هستش تو رادیو که دائم با مردم صحبت میکنه. شما دائم میشنوین کسانی اومدن که به برکسیت رای دادن و میگن ما الان اگه دو مرتبه رفراندوم بشه ما به برکسیت رای نمیدیم. البته این یک ریسک مهمیه، ریسک مهمیه و ضعف پارلمان ماست. پارلمان میبایستی تصمیم بگیره به نفع منافع ملی. اکثریت نمایندگان مجلس بریتانیا مخالف برکسیت هستن یا حالا میگن خیلی خوب برکسیت نرم انجام بگیره، ولی همونطور که خانم میس آقای بقایی هم گفتن حزب خانم می دست یک عده خیلی کوچیکی خودش رو به اصطلاح زندانی کرده. این خطر بزرگ خروج از اروپا بدون هیچ قرارداد درستی. میدونید واقعا مثل اینکه شما ترمز ماشینتون بریده دارید میرید از دره بیفتید پایین، میگه خب میریم ما دیگه، حالا هرچی شد شد. اینی که الان داره اتفاق میفته راجع به همین اتفاق اخیر صحبت بکنیم، چقدر این میتونه واقعا جلوی اون به قول معروف نودیل یا بدون قرارداد رو بتونه یه مقدار زیادی؟ اتفاقا ببینید اشخاصی مثل خانم طبری که الان سالهای سال عضو رسمی و فعال حزب کارگر بودن الان در این برهه از زمان تصمیم میگیرن جداشن و بیان. خیلی ها این تصمیم رو دارن میگن، الان من داشتم گزارش میخوندم بسیاری از وکلای مجلس الان دارن این موضوع رو بررسی میکنن. من اضافه بکنم میبخشید و اون این استش که مهم نیست که الان کسایی به اینا نپیوندن، این 11 نفر نقش خیلی مهمی الان دارن. خیلی هایی که در داخل حزب کارگر هستن و در داخل حزب محافظه کار هستن متحد اینان، ولی اونا دارن از داخل مبارزه میکنن و این خیلی مهمه. خیلی مهمه که این پیوند بین این دوتا از داخل و بیرون کمک بکنه
که هدف اینا برآورده بشه و بنابراین مهم نیست که اینا فقط 11 نفرن و بقیه نیومدن. الان ما میدونیم از حزب محافظه‌کار من میتونم اسم بیارم، الان اسم مهم نیست، جاستین گرینینگ نمیدونم، اینا همه گفتن که ما حمایت میکنیم از این، ولی در داخل حزب میمونیم. خب همین قضیه الان همین از خانم میزر، اگر که میدونیم که سیاستمدارا یکی از کارهایی که میکنن لاپوشونی هست، خیلی از اونها حاضر نیستن خیلی راحت راجع به تصمیماتشون صحبت بکنن، اگر که مشخص بشه ظرف چند روز آینده تعداد بیشتری از اعضای حزب محافظه‌کار جدا بشن به این گروه بپیوندند، تکلیف چی میشه؟ اگر که حزب حاکم از اکثریت بیفته باید چه بکنند؟ اگر حزب حاکم از اکثریت بیفته احتمالاً مجبورن پارلمان رو منحل کنن، ولی دقیقاً به این خاطره که کسایی که جدا شدن نمیخوان تعداد زیادی از حزب محافظه‌کار جدا بشه، یعنی متحدانی دارن ولی نمیخوان، چون طبیعیست اگر انتخابات الان باشه به نفع اینها نیست. مشکل دیگه اینه که همه این کسایی که جدا شدن همیشه مخالف معاهده که خانم می امضا کرده رأی میدادن، در نتیجه در معادلات پارلمانی تغییر چندانی نخواهد کرد. اون چیزی که مطرح میشه اینه که این جمع به دولت حتی قبل از این قضایا این پیشنهاد رو کرده که به معاهده، به اون قراردادی که خانم می گفته رأی مثبت میده، با این شرط که اون هرچی که هست دیلی که انجام داده و رفراندوم دوم با هم در یک مصوبه باشه، به این معنا که بعد از رأی رفراندومی باشه انتخاب بین ماندن در بریتانیا یا معاهده خانم می باشه. یه مشکل دیگه که باید بهش اشاره کرد اینه که ببینید همه این وقایع بی ربط به فشاری که سرمایه بزرگ داره در بریتانیا میاره نیست، و اون سرمایه نگران ندانستن آینده اقتصادیه، به این دلیل اون سرمایه متزلزل در رابطه با رفراندوم دوم. تأخیر انداختن مسئله این تداوم خروج شرکت های ماشین سازی که این هفته یکیشو داشتیم، هفته پیش یکی دیگر داشتیم، و به معنی از دست رفتن شغل هست و از دست دادن، و اونا مسئله شون بیشتر منافع اقتصادی شونه ولی درسته شغل هم. و با همه اینهایی که صحبت شد، آیا فکر میکنید که 5 هفته بیشتر نمونده؟ بله دوست. کدوم یکی از این گزینه ها شانس بیشتری الان دارن؟ خانم تبری شما. من البته این سوال خیلی دشواری هستش. من با خودم عهد کردم. سوال 1 میلیون دلاری. 1 میلیون دلاری. با خودم عهد کردم که هیچ وقت پیش بینی اینجوری نکنم. ولی به نظرم میاد که به احتمال خیلی زیاد ما این بدون هیچ معامله بیرون نخواهیم اومد. و من البته میدونید اینجا یه مقدار زیادی امیدواری های آدم هم دخالت میکنه، من امیدوار هستم که یا این برنامه بیرون اومدن به اصطلاح تمدید بشه مدتش، اگرچه که همونطور که خانم میزم گفتن این موضوع به بیزنس توی مملکت صدمه میزنه، در حال حاضر خیلی ها الان دارن میرن، هوندا گفته ما داریم کارخونمون رو میبریم، نیسان گفته ما داریم کارخونمون رو میبریم، خیلی از مؤسسات مالی رفتن به آلمان و به بسیارشون هم میرن اسکاتلند چون فکر میکنن در نهایت ممکنه اسکاتلند بمونه. نه خیلی ها رفتن ایرلند، خیلی ها رفتن ایرلند، ایرلند خیلی خوشحال از این موضوع. ولی منظورم این استش که اینکه حالا با وجود اینکه این موضوع مشکلاتی به همراه میاره، همین عدم اطمینان، نادونستن به بیزنس بسیار ضرر میزنه و به اقتصاد مملکت ضرر میزنه، ولی من فکر میکنم با این حال احتمال اینکه تمدید بشه و یک اتفاق دیگه بیفته بیشتر از اینه که نشه، اینطوری بگیم. الان خانم میزر اشاره کردن به اینکه این افرادی که دنبال این تغییرات هستن دنبال این هستن که یک گزینه ای داده بشه به افراد که بیان بین توافقی که خانم می داره و رفراندوم دوم. بله. خب بحث این هستش که اون توافق پیچیده‌ای هست.
خود این کسایی که الان دارن در کار این توافق هستن میگن که به راحتی نمیدونن که داره چی میگذره و خیلی سختشونه. چطور از مردم عادی توقع میره که این رو بخونن بفهمن و تشخیص بدن که این توافق بهتره یا اینکه برن رفراندوم دوم؟ ببینید در ظرف این چند ماه اخیر به خصوص و باید شاید بشه گفت این از موقعی که این قرارداد رو این معاهده رو خانم می آورد خیلی اطلاعات در این مورد برای مردم باز شده و دیدن. الان کم و بیش اون طبقه نسبتاً تحصیل کرده و درست جامعه میفهمن این جریان چیه. اونهایی که به قول خانم میزر در طرفداران حزب کانسرواتیبن و در شهرهای مختلف انگلیس، یعنی اونها همونطور به جای خودشون باقی میمونن و همون فکر رو دارن، هنوز دارن در دوران امپراتوری بریتانیا شاید زندگی میکنن که اونطور طرز فکری دارن که نه ما بایستی رو پای خودمون باشیم، هیچ کاری هم با دیگران نداریم. ولی اونهایی که متوجه میشن الان میبینن وضعیت به چه صورته و این واقعا این گزینه های مختلف این حق انتخاب رو به مردم میده اقلن که این رو یک طوری درستش کنن، جمع و جورش کنن، برای اینکه واقعا همونطور که الان صحبتش کردیم این خروج از اروپا به این شکل یک فاجعه خواهد بود برای انگلستان. انگلستان الان که یک موقعی پنجمین قدرت اقتصادی دنیا بود الان فکر نمی‌کنم دهمم باشه. الان اومده پایین. تمام پیش‌بینی اینه که برای یه دهه حداقلن بریتانیا در یک رکود اقتصادی خواهد. من در محیط دانشگاه. اگه برگزیت اتفاق بیفته اتفاق نیفته. من در محیط دانشگاهی هستم خانم مهزر هستن، میدونن واقعا وضعیت خرابه. الان بورسیه های تحقیقاتی معلوم نیست تکلیفش چیه، میگن که مثلا هیچ گروه انگلیسی از حالا دیگه نیاد و رئیس و در حقیقت سرپرست یک پروژه اروپایی بشه، عضوش باشید ولی سرپرستی نکنید، کوردینیتور نباشید. چرا؟ برای اینکه از 2020 به بعد معلوم نیست تکلیف چیه. چیز دیگه هم که مهم هست اینه که بعد از 2016 به بعد عده زیادی 18 سال به بالا شدن و الان جوون ها، من امروز داشتم گوش میکردم، بچه های مدرسه الان سیاسی شدن، دارن به مسئله سیاسی و جوون ها اکثرا خواهان موندن در اتحادیه اروپا هستن برای اینکه آیندهشون رو اونجا میبینن. برای همین هم هست که هی صحبت اینی میکنن که غیر دموکراتیک یک رفراندوم. بله خانم طبری، بحث اساسی همین هست، بحث در واقع بالانس قدرت هست دیگه. خانم میزر شما اشاره کردید به اینکه پول کجاست و اونهایی که پول دارن دنبال چه هستن. بسیاری از کسانی که طرفداران برگزیت بودند در واقع ایده رو مطرح کردن کسانی هستن که از در واقع اون بخش از جامعه میان که بخش متمول‌تر بوده و فکر میکنه بریتانیا، ولی کسانی که رأی دادن در نهایت جالب هست که از بخش فقیرتر جامعه میاد. این خیلی اتفاق جالبی بود که در برگزیت هم افتاد. حالا شما فکر میکنید الان قدرت کجاست؟ آیا قدرت حاضر میشه که بره به سمت یک رفراندوم دوم یا اونها اصلا ترجیحشون همین هست که بدون توافق خارج بشن؟ من فکر کنم بدون توافق رو همه متوجه هم به جز اعضای نابغه یورپین ریسرچ گروپ، فکر کنم همه متوجه هم که بدون قرارداد فاجعه است، یعنی همه دارن اینو میگن. ولی این جمعی که رای داده به نوعی قربانیان رسانه های راست در بریتانیا است که مدت هاست براش این توهم رو به ایجاد کرده که خارجی ها اومدن مخصوصا اروپای شرقی ها فقیرن، کار شما رو گرفتن، مدرسه شما شلوغه، به این دلیل بیمارستان نمیتونید برید، به این دلیل، یعنی حسابی اینو دامن زد و به این دلیل این جمع همچنان گیجه. تغییر کمی درش وجود پیش اومده ولی همچنان مدافع برگزیت. من فقط یه نکته توضیح بدم. اون چیزی که خانم می داره پیشنهاد میکنه آینده بریتانیا و روابطش با اتحادیه اروپا نیست. شرایط خروج و این دو سال ترانزیشن. مشکلی که داره فقط با مخالفان برگزیت نیست. مشکل اصلیش با راستهای درون حزب خودشه و اونها مشکلشون اینه که به نوعی بریتانیا در یک وحدت گمرکی باید بمونه تا قرارداد جدید برگزار بشه، پیاده بشه.
و نگرانیشون اینه که اون بحث قرارداد جدید مثلا 10 سال طول بکشه. در نتیجه خب عجله‌شون برای چیه خانم میزار؟ برای چی اینقدر عجله دارن این بخش راست افراطی که میگه همین توی همین گروه تحقیق هم هست؟ اینها عقیده دارن که قراردادهای تجاری خوبی بریتانیا میتونه با امریکا، ژاپن، غیره بگذاره و همونطور که میدونید ترامپ داره تقویت میکنه این رو، ترامپ مرتب داره این قضیه رو پیش میبره. در مورد ژاپن کاملا اشتباه میکنن، چون ژاپن الان وارد یه قرارداد با اتحادیه اروپا شده و اصلا قصد نداره با انگلیس وارد رابطه جداگانه بشه. ولی خب توهم اینها این تجارت آزاده، به نوعی درسته که در رهبری حزب محافظه‌کار اون جناحی که این رو دفاع میکنه در حقیقت جناحی است که فکر میکنه بریتانیا به گذشته پر افتخارش برمیگرده. خب جالب اشاره کردید، برای اینکه وزیر خارجه دقیقاً این رو گفت، گفت که ما نمیخوایم بریتانیای کبیر بشه انگلستان صغیر. مسئله نگرانی هست که اینها دارن که در نهایت منجر بشه به جدایی اسکاتلند، جدایی ایرلند. صحبت از این هستش که اگر این وحدت گمرکی شکسته بشه ممکنه ایرلند بخواد اصلا یک رفراندوم بذاره برای وحدت ایرلند، یعنی صلح جامعه ایده پاک به هم میتونه بخوره. این یه خطر بزرگه. از اون طرف اگه بخوان به ایرلند امتیازی بدن، اسکاتلند میگه تمام امکانات ماها میره به ایرلند و ما اینجا سرمون بدون کلاه میمونه، پس ما هم یه رفراندوم میخوایم. یعنی یه خطر بزرگ آمدن بدون این برگزیت، از هم پاشیدن بریتانیا و میمونه انگلستان فقط با خودش و با ویلز. ولی مسئله ای که در مورد صاحبان صنایع و اقتصاد و غیره گفتید، یک بین اونها هم یک بسیار شکاف عظیمی وجود داره. کسانی خواهان برگزیت هستند و معاملات جداگانه با دنیا که از به اصطلاح مقررات اروپا بسیار شاکی هستند، برای اینکه مقررات اروپا اجازه نمیده که هر کاری دلشون میخواد بکنن. میخوان کالاهایی بیاد که به اصطلاح قابل قبول باشه، اینا میخوان برن در آفریقا، در چین، در آمریکا بقول اینا بیان مثلا مرغای کلوراین شده بیارن یا نمیدونم گوشتای هورمون زده بیارن. اروپا اجازه اینو نمیده. اینا از این موضوع دلخور هستن. این رو فراموش میکنن که این بلوک در حقیقت اقتصادی اروپا یک بلوک بزرگ جهانیه. نبایستی این رو فراموش کنیم. بیش از 20 تریلیون دلار در سال این حجم بازرگانی این بلوک اروپایی هست و این رو دارن نادیده میگیرن که بیایم از این بیرون، دنیای آزاد اون بیرون هست برامون و خیلی سبز و خرم میتونیم بریم. تعدادشون تعداد اتفاقا بیزنسمنایی که طرفدار آمدن خروج از بریتانیا هستن، از اتحادیه اروپا هستن، کمتر خیلی. ولی پول فراوونی گذاشتن برای تبلیغات در این مورد و تبلیغاتی که برای برگزیت کردن و برای همین میگم که تبلیغاتی که کردن اطلاعات نادرست به مردم داده و اون طرف قضیه تبلیغات کافی نکردن. یک دلیلش هم وجود آقای کوربین در حزب سابق من هستش که طرفدار برگزیت، اون به دلایل کاملا خیلی آرکائیک و غلطی طرفدار مخالفه. البته در ظاهر اینو نمیگه، گرفتاری بزرگ و این جدا شدن این افراد از حزب هم همین هست. مشکل حزب کارگر آقای کوربین نیست، چون 400,000 نفر 500,000 نفر پیوستن و اونا هم بالاخره نظری دارن. البته حدود 100,000 نفر رفتن بیرون از حزب. مسئله آقای کوربین اینه که نمایندگان کارگری که از شهرهای انتخاب شدن که شهرهای فقیرنشین بریتانیا عمدتا در شمال بریتانیا، اینها کسایی هستند که مجبورن حرف شهروندان محل خودشونه بگن که اونا طرفدار برگزیتن. بله و در نتیجه مجبورن. ببخشید وقتمون تموم شد. خود حزب اعلان کرده که 84% اعضا مخالف بله. برگزیت هستن. متشکرم از هر سه شما، خانم میزر، آقای بقایی و خانم طبری، و ممنون از شما که با این صفحه 2 همراه ما بودید. شب روزتون خوش.